اختشاش بودید، شما گروه اختشاش بودید. آقای سردار نقدی، میخواید بگیرید من احمد پیکری هستم، بیایید من بازداشت کنید، بیایید من اعدام کنید، بیایید من بکشید. صدام من نکشت، به دست شما کشته میشم. صدام اسیرای ما را دست و پا بسته و چشم بسته زیر مشت و لگد نگرفت، ولی شما چه اونای ما را دارید زیر مشت و لگد با چشم بسته با باتوم دارید میزنید. صدام به ناموس ما دست رازی نکرد، شما دارید به ناموس ایران دست رازی میکنید. اوف بر شما باد آقای نقدی، اوف بر تو و فکر تو باد، لعنت بر تو و هر چی مستوفت میکنن که به خون شهیدان ما خیانت کردین، به انقلابمون خیانت کردین، به نظاممون خیانت کردین، به همه چیمون خیانت کردین. هنوز طلبکار نیستید، هنوز گوشهای خود را پر کرده فکر میکنید مردم شما را میخوان. آقای سردار نقدی خیلی مردی، برو پیش رهبرت بشین، برو پیش رهبرت بشین. آقای خامنه‌ای رهبر من نیست، برو پیش رهبرت بشین، بهش بگو آقا حالا که ما اکثریت ملت شما را میخواهند، بیا رفراندوم برگزار بکنیم، رفراندوم تا معلوم باشه تو چقدر بین مردم محبوبی، تا معلوم باشه شما چقدر مردم دوستتون دارن، تا معلوم باشه شما حاکم بر کدوم نظام جمهوری اسلامی هستید. شما جمهوری رو قبول دارید؟ شما نوکر روس چین هستید، شما دشمن این ملت هستید، شما نمیخواهی قانون اساسی نیم بند هزار اشکال دار اجرا بشود، شما بی قانونی را میخواهید، اما این قانون اساسی فشل را هم نمیخواد اجرا بشه. ما همین فشل را میخوام اجرا بشه. اگر راست میگی تمام اصولش بذارین اجرا بشه، بگذارید مردم تظاهرات بکنن طبق قانون اساسی، بگذارید آزادی بیان باشد، بگذارید آزادی اندیشه باشد، بگذارید آزادی قلم باشد، بگذارید شکنجه رو غلط میکنید مردم میزنید. بهترین رسالت حزب توده رو شما انجام دادید. اوف بر شما باد که اسلاممون از بین بردید، ارزش‌های قرآنیمون از بین بردید. به هر جوانی از قرآن میگم، میگه دکتر خدا جمع کن. تو هر محفلی از آیه قرآن انقلاب و ارزش‌ها میگم، میگه آتون خدا دلت خوشه. شماها باعث این روز شدید آقای سردار نقدی، شما باعث این روز شدید. شما همه را کافر دونستید الا خودتون، در حالی که خودتون از همه کافر ترید، از همه بی ارزش ترید، از همه بی وجدان ترید. لعنت خدا بر شما باد که به خون برادران ما خیانت کردید. روزی بیاید که اگر جلو پلاستون جمع نکنید، به زور جلو پلاستون پرت میکنیم بیرون. خدا از تون نگذره که ما از تون نخواهیم گذشت. هست. کیان نازنینم هست که دست مادرش زینب رو میبوسم و پدرش هم شایع کردن که کشته شده ولی حالش خوب نیست، در بیمارستانه. این کیان آقای شرفشاهی عزیز، استاد نازنین، یه نابغه بود، بچه 9 ساله که داشت 10 ساله میشد، نابغه در هر زمینه بگین. عکسای ازش دارم من که داره تیراندازی میکنه، تفنگ دستشه.